همراه میشیم با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی. عصرتون بخیر آقای غیبی. علت اصلی مسدود شدن حساب صرافی های رمز ارز چیه؟ ببینید، اونجوری که در خبر اومده، اصل خبر داره یک ماده از قانون بانک مرکزی رو اشاره میکنه که مستقیما در مورد پولشویی است و در ظاهر به نظر میرسه که این اقدام بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی صورت گرفته. اما اگر ما بخوایم واقع بینانه تر به این موضوع نگاه کنیم، میشه دلایل متعددی هم براش در نظر داشت. یکی این که خود بانک مرکزی با توجه به شدت گرفتن داد و ستد رمز ارز در ایران و علاقه ای که مردم به داشتن و مبادله رمز ارز پیدا کردن، تلاش میکنه که به این بازار ورود کنه. سال گذشته در پی هکایی که از دستگاه مختلف جمهوری اسلامی صورت گرفته بود، نامه به بیرون درز کرد که در اون مشخصا همین آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درخواست کرده بود در کنار سایر اقداماتی که برای کنترل بازار ارز میخواد انجام بده، به حوزه رمز ارزها هم ورود کنه و بتونن اون بخش رو مشخصا در اختیار خودشون بگیرن و فعالیت بکنن و اونجا هم نقش بازارسازی رو اجرا بکنن. یک بخشش این است که شاید بانک مرکزی عزمش رو جزم کرده با توجه اینکه از ریال دیجیتال هم رونمایی کرده، بخواد به این بازار ورود بکنه. بخش دیگری که میشه براش متصور بود، دلیل دیگر اینه که ما اگر به خروج سرمایه از ایران در یک دهه گذشته نگاه بکنیم، به طور متوسط سال ماهانه 1 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران رو داشتیم. سال گذشته مشخصا متوسط فرار سرمایه در ماه از ایران 2 میلیارد دلار بوده. این رقم در سال جاری افزایش هم پیدا کرده و نکته کلیدی اینجاست که بخش عمده ای از این خروج سرمایه از ایران در شرایط امروز اقتصاد ایران از طریق همین رمز ارزها صورت میگیره. اونهایی که به دنبال نقل و انتقال و خروج پول هستن به واسطه خرید و فروش رمز ارز و تبدیل دارایی خودشون به رمز ارز در ایران، معادل دلاریش یا یورویش رو در خارج از ایران دریافت میکنن. با توجه به اینکه اقتصاد ایران الان در شرایط جنگی قرار گرفته، میشه پیش بینی کرد که حتی خروج سرمایه شدت هم گرفته باشه. بر همین اساس به باور من یکی از دلایل اصلی اینه که بانک مرکزی سعی کرده با انسداد این حساب ها حداقل در مقطع کنونی از خروج سرمایه ها از کشور جلوگیری بکنه، که خب نشانه هایی هم برایش از خروج پولی که از بازار بورس داره صورت میگیره، بخشش راهی سایر بازارها میشه و بخشی ممکن از این طریق از کشور خارج بشه. بنابراین دلایل متعددی میشه براش متصور بود که بانک مرکزی در نهایت اقدام به این کار کرده. خیلی کوتاه میتونین بفرمایین این اقدام چه مشکلاتی میتونه به دنبال داشته باشه؟ این اقدام یک بخشیش اصلا قرار بود بانک مرکزی بخشی از واردات رو از طریق رمز ارزها انجام بده، اعدادی هم براش اعلام شد. حالا مشخص نیست تکلیف اونها چه میشه. آنهایی که در ایران مخصوصا سرمایه گذاران خرد پولهای خودشون رو تبدیل به رمز ارز کردن، در حال حاضر با این اقدام امکان نقد کردن اون رو ندارن و قاعدتا مشکلاتی براشون ایجاد میشه با توجه به نوسانات بازار رمز ارزها، که خب لحظه ای هست. برخی از اینها نیازمند این هستن که در لحظه یا بخرن یا بفروشن. با این انسداد اونها به چالش کشیده میشن و مشکلات بسیار زیادی حتی در بعد کلان اونهایی که به دنبال تبدیل دارایی هاشون هستن، اونها هم ممکنه دارایی‌هاشون در همین بانک ها، در همین حساب صرافی ها بلاکر بشه و بمونه. قاعدتا این چرخه اخلال درش ایجاد میشه و بسیاری از مردم که سرمایه گذاری کردن یا سرمایه خودشون رو تبدیل به رمز ارز کردن با چالش مواجه خواهند شد. ممنون از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، که با ما بودید.